خب سلام بچه ها، دوباره از اول شروع میکنیم. آره صدای من استریم نمیشه، من اینکه دکمه رو بزنم. یه ایونت دیگه لاکت رو داریم توی این دوران قرنطینه، اینجوری ریموت دوره هم هستیم. خیلی وقت ایونت هم مرتب منظم نیستش به خاطر قرنطینه و به خاطر تنبل بودن خودمون. امروز میخوایم در مورد مهاجرت یه جورایی صحبت کنیم و شرط کاتوخای سید خرخر میکنیم. بحث اینه که با این دوستامون که از ایران رفتن چند تاشون میخوایم صحبت کنیم در مورد سوالی که فرستادید و چیزهای مختلف، شرط کار، مهاجرت، چی و چی و چی، حالا ببینیم چه جوری پیش میره. کیا هستم؟ آرش داریم از اسپاتیفای توی سوئد. آره اسد داریم، ایران هنوز مهاجرت نکرده، امروز قرار موجی باشه اگر کامپیوترش خاموش نباشه. بهتاد قرار سکوت کنه. کیوان رو داریم ژاپن تو راکوتن. سید رو داریم از آلمان تو برلین. و بریم شروع کنیم دیگه. سوالاتون رو میتونید با سما بفرستید. من سعی میکنم کامنت های یوتیوب رو بپرسم. اگر تو دیسکورد باشید میتونید دوباره به من مسیج بدید، بهتون پرمیژنی میدم که بتونید بیاید اینجا مستقیم سوالاتون رو بپرسید. و دیگه چی؟ دیگه این که امیدوارم خوش بگذره، یعنی امیدوارم مفید باشه، خوش قرنیس بگذره. من ویدیومو میبندم میرم پایین، صدام هم قطع میکنم، بقیه رو اینا میرم. صدام داریم؟ منم سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیز، آرش، سید و کیوان عزیز. خوشحالم که شما رو میبینم بعد از مدت ها دوری. امیدوارم که خیلی استرس دارم، امیدوارم که امروز یه گپ خیلی خوبی داشته باشیم راجع به این چالش هایی که خیلی برنامه‌ریزی‌های ممکنه داشته باشن برای مهاجرت. حالا دوست داریم شاید تجربه شما رو داشته باشیم بشنویم. و یه سری سوال هم بچه ها داشتن، حالا عباس زحمت کشید تو توییتر اینا رو جمع کرده بعد گذاشته و حالا سعی میکنم اینا رو یکی یکی حالا بپرسیم صحبت کنیم تا اونجا که وقت بشه. و حالا اگه معرفی چیزی صحبتی دارید میخواید شروع کنید، یه معرفی، یه سلام علیکی داشته باشید بعد شروع کنید. اوکی، من شروع میکنم. کیوان هستم از ژاپن توکیو در خدمتتون. خیلی خوشحالم که بعد 1.5 سال یه فرصتی فراهم شد که بیام و دوباره تو جلسات لاکت باشم. دست بهداد درد نکنه به خاطر هماهنگی، دست عباس درد نکنه به خاطر جمعوری سوالات، دست همه دوستانی که سوال پرسیدن. با تو مو میسپرم به سید. خب دست درد نکنه. سلام، منم سید محمد حسین جعفری هستم، اسم کاملم اینه. بعد عرضم بزرگتون که گفتن از برلین، شرکت اتوبان. بعد خیلی هم اتفاقا هیجان انگیزی که الان دور هم جمع شدیم. نوبت آرش. سلام، من آرشم، اسپاتیفای سوئد. چند سال اومدم اینجا، فکر کنم بعد از 2-3 سال دوباره فرصت شد که بیام حضوری ببینم، میتونم صحبتی با هم بکنم. خیلی خوشحالم اینجا و برمیگردونم میکروفون رو به اصل. راستی صدای من خوب میاد یا وسطش گپ میفته؟ باش. ممنون با صحبتاتون و وقتی که گذاشتین. آقا یه سری سوال بچه ها پرسیدن و اینکه خوشحال میشم حالا اگه از آرش شروع کنیم، چون که فکر میکنم خیلی قبلتر از بقیه رفته حالا اون ور و فکر کنم حالا یکی یکی بعد میپرسیم و حالا بقیه هم اگه نظری داشتن راجبش میپرسیم حالا صحبت میکنم. اولین سوالی که بچه پرسه اینه که اصلا لیسانس یا مدرک دانشگاهی مرتبط با برنامه‌نویسی چقدر موثره توی فرآیند جذبشون؟ اصلا برای شرکت کوچیک هم این مهمه یا اینکه نه؟ من قبل از اینکه شروع کنم، الان صدام بهتر شد؟ سنسیتیویتی این میکروفونو هست؟ خب صدای منم بدون بهتر شد؟ الان بهتر شد آیا؟ خب سنسیتیویتی شد درست کرد. خب
در مورد مدرک دانشگاهی بستگی داره، مثلا جواب سیاستمدارانه بدم، بستگی داره برای اینکه به عنوان شغلی، شرکت، کشور و اینا بستگی داره. تو کیس من نه، بستگی نداشت. در واقع توی سوئد میشه گفت با تایتل سافتور انجینیر، مهندس نرم افزار، حالا چه اندروید، آی او اس، بک اند یا هر چی، سابقه کاری بیشتر مهمه. اگر برای پوزیشن های بالاتر بخواید اپلای کرده باشید، مثلا بالاتر از سینیور، مثلا استاف انجینیر، پرینسیپال انجینیر، تو پوزیشن های خاص ممکنه. مثلا میدونم که تو گوگل مدرک تحصیلی مهمه برای پوزیشن های بالا، اون هم بازم، ولی پوزیشن های سافر انجینیر سینیور نه، مهم نیست. اما نامرتبط نباید باشه. میپرسن چی خوندید؟ یعنی بچه‌ای که رشته الکترونیک هم برق هم و اومدن توی برنامه‌نویسی یاد گرفتن، بس اونا امیدوار باشن که بتونن راحت پروسه مهاجرتشون انجام بدن. اگه رزومه خوبی داشته باشن، اگه کارهای عملی خوبی کرده باشن، آره، نباید مشکلی داشته باشن. مرسی. کیوان تو نظری داری راجع به این؟ یا اوکی سو تو ژاپن تو استخدام به طرز خاصی مدرک مهم نیست. یکم اپروچی که اینجا به انجینیرینگ دارن یکم اپروچ سنتی تری هست. چشم. الو صدای منو خوب دارید بچه ها؟ صدای منو خوب دارید؟ به خدا این همون میکروفونه. اوکی آوردمش جلو، یکم بهتر شد. اوکی آره یکم اپروچی که حالا توی ژاپن به انجینیرینگ دارن یکم اپروچ سنتی تری هستش. میتونم بگم تقریبا قبل مدرک خیلی تجربه کاری مهم هستش، خیلی اسکیل ست ها و مهارت ها مهم هستش و در آخر میرسیم حالا به مدرک دانشگاهی. ولی متاسفانه فقط پروسه استخدام نیست، یعنی در پروسه مهاجرت مخصوصا واسه ویزا گرفتن مدرک خیلی مهم هست. حتی شرکت اگه شما رو استخدام کنه، اگه تو اون حوزه کاریتون مدرک مرتبط نداشته باشید، دولت ژاپن با ویزای شما موافقت نخواهد کرد، مگه اینکه جایگزینش چیزی نزدیک به 10 سال سابقه کاری توی اون فیلد داشته باشید. سید تو چی؟ سید عزیز چکرم. سمت ما اینجا اینجوریه که زیاد مدرک تحصیلی روی کار تاثیر نداره، فقط مهمه که کاری که پیدا میکنید جز کمبودهاشون باشه، که شغل برنامه نویسی جزش هست. اما یعنی شرکت ها همونجوری که آرش گفت زیاد درگیر مدرک تحصیلی نیستن، حالا مگه اینکه خیلی سطح بالا باشه یا شرکت خیلی بزرگ باشه. اما این مدرک تحصیلی توی گرفتن ویزا تاثیرگذار میشه. دو نوع ویزا داره آلمان، که یکیش بلو کارته که برای کل اروپا است، یکیش هم ویزای کاری مال خود آلمانه. بهترین حالت ویزاش بلو کارته، که فقط با مدرک لیسانس به بالا، لیسانسی که قابل تبدیل باشه برای آلمانی ها، که حالا جزئیات داره واردش نشیم. اگر شما این مدرک رو نداشته باشید، ویزای کاری بهتون تعلق میگیره که تفاوت آنچنانی با هم ندارن، اما خب در آینده و بلند مدت میتونه تاثیرگذار باشه براتون. اما خب میگم روی خود شرکت بیشتر همون تجربه کاری و حالا سابقه کاری میتونه تاثیر بذاره. ببینین زبان انگلیسی کلا بیسش خیلی مهمه، یعنی حتما داشته باشید زبان انگلیسی. اما حالا که مدرک چه داشته باشید نداشته باشید، برای من میتونست کمکم کنه، اما چون نداشتم از خود شرکت یه نامه گرفتم که زبان من انقدر خوب و کافی هست که میتونه کار اون شرکت رو راه بندازه. این تو پروسه ویزا به درد من خورد و اگر این نبود من مجبور بودم دوره زبان آلمانی. مدرکی زبانی نداشتی؟ یعنی نه آیلتس نه تافلی؟ ببخشید.
نه، من یه مدرک ادوانس داشتم که مال خیلی گذشته بود و اعتبارش تموم شده بود و اینو قبول نکردم. سر همین قضیه مجبور شدیم که، البته شرکت روالش رو میدونست خودش، یه نامه به من دادن که با این نامه من رفتم سفارت که توی پروسه ویزا به من کمک کرد، یعنی خود شرکت تأثیری براش نداشت، خود شرکت فقط براش مهم بود که من میتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم. راجع به اینکه زبان اینجا رو بخوایم یاد بگیریم، ببینید اگه کسی اینجا زبان آلمانی بلد باشه درای خیلی زیادی به روش باز میشه، یعنی خیلی موقعیت شغلیش بالا میره یهو. اما دو تا نکته وجود داره، یکی اینکه زبان آلمانی یاد گرفتن کار ساده نیست در این حد که بتونه ازش استفاده کنه، و دو اینکه تو ایران یاد گرفتنش خیلی سخته چون صفای طولانی وحشتناک داره. زبان لزوما نیازتون نیست، ولی اگه بخواین اینجا زندگی کنید حتما نیازتون میشه، چون تمام اداراتشون به مجبورن آلمانی صحبت کنن. اینم من تاکید کنم، این اطلاعاتی که دارم میگم فقط مربوط به آلمان میشه، شاید شما یک کشور دیگه برید که تو اروپا هم باشه ولی خب شرط کاملا برعکس باشه و اصلا ماجرا متفاوت باشه. ببخشید طولانی شد. اتفاقا این سوال از آرش هم دارم که آرش عزیز، مثلا اگه تو سوئد زبان سوئدی واقعا لازمه یا که نه انگلیسی اوکی تر، اوکی اونجا میتونی با انگلیسی هم کار تو بیفته. فکر کنم سوئد یکی از راحت ترین کشورها برای مهاجرت کاری باید باشه، چون علاوه بر اینکه انگلیسی زبان دوم غیر رسمی سوئده، یعنی زبان رسمی سوئد نیست، ولی همه میتونن اینجا، شما پیر و جوون و بچه و بقال و همه میتونن انگلیسی با هم صحبت بکنن. این محدودیت هایی که سید گفت رو نداره، مثلا تو اداره ها دکتر، مکانیک همه میتونن باهاتون انگلیسی صحبت بکنن، کار خیلی راحت میکنه و چون همه زبون ها انگلیسی رو خیلی خوب میتونن صحبت بکنن، خیلی آدم رو برای یاد گرفتن سوئدی تنبل میکنه. یعنی شما دلیل خیلی خیلی باید مشتاق باشی که بری سوئدی یاد بگیری، که بری بشینی بخونی یاد بگیری، وگرنه شما میتونی اینجا با انگلیسی زندگی بکنی. من خودم الان بعد از 4 سال تقریبا الان به فکر این افتادم که حالا یاد بگیرم، ما که اینجا زندگی میکنیم بریم یاد بگیریم. اما مدرک زبان نه تنها اصلا از من نخواستن، یعنی تو هیچ پروسه ای از مهاجرت من هیچ مدرکی از مدرک تحصیلی یا زبان خواسته نشد. یعنی من نه مدرک زبان لازم داشتم برای گرفتن ویزا یا کار، نه مدرک تحصیلی لازم داشتم برای هر کدومش. جفتش ارزیابیش با شرکت بود، یعنی شرکت وقتی که تایید میکرد که آقا ایشون بله ایشون زبانش انقدر خوب هست که با ما کار کنه، سوادش رو انقدر داره که با ما کار بکنه، از نظر دولت اینجا ما واجد شرایط شدیم برای گرفتن. خیلی راحت هست دانش زبان رو بتونه صحبت کنه و حالا زبان معاونه یا اون چیزی اگه بتونه کار خودش رو بندازه اوکی. آره. و اگه زبان دوم هم نیاز داشته باشه، البته من زبان دوم اگه نیاز داشته باشه میتونه. زبان دوم من بگو راست کشم زبان دوم عملا به دل بخواهه اگه دوست داشته باشید اینجا یاد میگیرید، ولی من اینو بگم، من قبل از اینکه بیام سوئد، از قبل از اینکه وارد سوئد بشم، من زبان انگلیسیم کاملا مسلط بودم، راحت میتونستم انگلیسی صحبت بکنم. این وقتی که اومدم سوئد، مخصوصا اون دوره مصاحبه، حالا بچه‌ای که با خارج از کشور مصاحبه کردم میدونن، مصاحبه فنی انگلیسی یه مقدار چالش بیشتری داره تا حرف زدن انگلیسی. این چیزی که باید براش آماده باشین، یعنی شما یه وقتی از مثلا سریال نگاه می‌کنید می‌فهمید طرف چی میگه، یه وقت شما ازتون می‌خوان یه مسئله‌ای رو به انگلیسی توضیح بدید راه حلش چیه، چرا این انتخاب کرده، چرا اون نه، این به نظرت بهتره یا اون، شما بتونی منطقی یه چیزی رو تحلیل بکنی جواب بدی. اینی که باید براش آماده، خیلی کار سختی نیست، برای هر حال باید براش آماده بشید، یه زبان تخصصی و حداقل بتونید دفاع کنید، یعنی که کارتون رو جلو ببرید. کیوان جون تو چی؟ کیوان تو برای زبان ژاپنی اونجا چیکار کردی؟ اصلا زبان بلد بودی یعنی که نرفت اونجا، یا اونا اصلا با زبان انگلیسی شروع کردن بعد شروع کردن زبان ژاپنی یاد گرفتن؟ اینا یکم میگی بیشتر توضیح میدی؟ واقعیتا وقتی که نوبت ژاپن میشه یکم همه چی قرقاتی میشه. من خودم مدرک زبان ژاپنی داشتم، زبان ژاپنی امتحانی داره به اسم JLPT 500 داره، من سطح 4ش رو داشتم که تقریبا زیر اینترمدییت محسوب میشه، ولی واقعیتا هیچ مدرک زبانی نمیخواد، نه برای شرکت نه برای ویزا، ولی میتونه کمک کننده باشه. شرمنده، یادم رفت اینو بگیرم بالا. واسه خود شرکت حالا به دو بخش تقسیم میشه،
من بگم شرکت های کوچیک داریم و شرکت های بزرگتر. شرکت های بزرگتر یکم اینترنشنال تر هستن. شما زبان انگلیسی رو خوب صحبت کنید و متوجه بشید کافیه. شرکت راکوتن به طور خاصی اصرار داره که ما اینترنشنال هستیم. اینه که از کارکنانش اصرار داره که آزمون توئک رو بدن که میشه گفت یکی از آسون ترین آزمون های زبان هستش و میتونید در سطح اینترمدیت باشید و حتما کارتون راه میفته و خیلی ساده نمره قبولی رو میگیرید. واسه ویزا هیچ مدرک زبانی نمیخواد، برای استخدام در شرکت هیچ مدرک زبانی نمیخواد و این هم شما میتونید جوین شرکت بشید و هر ماه امتحان بدید تا زمانی که این نمره قبولی رو بگیرید. شرکت های کوچیکتر یکم داستان متفاوته. اون مثال تو شرکت بزرگتر مثل راکوتن یا مرکاری خیلی انجینیرهای ژاپنی کم هستن. حالا تو تیم ما که اصلا انجینیرینگ ژاپنی نداریم، همه اینترنشنال جای مختلف هستن. شرکت های کوچیکتر چون یکم ساختارشون متفاوت هست، مهمه که شما زبان ژاپنی رو بلد باشید و اونجاست که مثلا برای استارتاپ ها شرکت های کوچیکتر از شما مدرک زبان ژاپنی میخوان یا در حد مکالمه خیلی خوب میخوان که زبان ژاپنی سطح N2 حداقلش هستش که به صورت میشه گفت بالا اینترمدییت به سمت ادوانس میل میکنه. خب مرسی، ممنون. چشم. حالا تا کیوان اینو درست میکنه ما بریم سراغ رزومه. خیلی بچه سوال کردن آقا این رزومه نوشتن شانس گرفتن جاب آفر رو بالا میبره یا نه. از آرش رو میکنیم. آرش میخوای آرش تو توضیح بده اول، بعد بریم سراغ سید و حالا کیوان عزیز. خب 100% خیلی خیلی مهمه رزومه، مخصوصا برای ما که از ایران داریم میریم. یه علت عمدهش اینه که ما از کشوری داریم میریم که شرکت‌های ما حتی شرکت‌های بزرگ ما رو اصلا نمی‌شناسن اینا، یعنی شما اصلا نمی‌دونن شما این حتی دانشگاهی که خوندی درس خوندی توش کجاه، معتبره نیست، این شرکتی که توش کار کردی بزرگ کوچیکه، اصلا محصولش چیه. و رزومه نوشتن خیلی مهمه، شما بتونید خوب توی رزومه‌تون خودتون رو ارائه بدید. من اینو بهتون بگم، من قبل از اینکه بیام اسپاتیفای فکر کنم شاید مثلا 20 تا 30 تا شرکت مختلف اپلای کردم و خیلی هاش اصلا تو مرحله رزومه ریجکت می‌شدم. اصلا طرف رزومه منو، چون کسی که داره رزومه منو میخونه خیلی وقتا اصلا مدیر یا برنامه نویس نیست، طرف ریکروتره، مرکز کارش اصلا استخدام که کار آدم فنی نیستش، میاد نگاه میکنه میبینه که شما مثلا من میذاره کنار چند نفر دیگه که از کشورهای دیگه با مثلا شرکت‌های حالا معتبرتر رزومه‌شون میان. خب به نظر میاد حالا روی این سرمایه گذاری نکنیم، حالا وقت بهش ندیم، ما خیلی چیزی رو از دست نمیدیم، کاندیداهای چیز بهتر یعنی با رزومه کافی تری اومدن. توی مورد اسپاتیفای هم علت اینکه فکر میکنم چون پایپلاین استخدام شرکت خیلی بزرگه، شرکت بزرگی آدم زیاد استخدام میکنه، شانس داده شد به هم که اصلا بیام حالا یه امتحانی بدم ببینند که چند مرده هر راجم. وگرنه خب خیلی تاثیر گذاره اینکه شما خود خوب بتونید خودتون رو ارائه بکنید توی رزومه. و این هم یه چیزی که تو سعی و خطا به دست میارید، یعنی چند بار که رزومه فرستادید میبینید که مثلا کم و بیش داره بین روند جواب گرفتن هم بهتر میشه بدتر میشه، چی بنویسم چقدر بنویسم. پس تو این رزومه خوب خیلی تاثیر داده و کاور لتر هم حتما باید باشه. بله لینکدین فعال داشته باشید، گیتاب فعال داشته باشید. به اینا میرسیم اتفاقا، اینا یکی جزء یک سوالایی که باید راجعشون صحبت بکنیم. اینا سید عزیز تو چی نظری داری؟ نه تقریبا آرش خیلی خوب همه رو توضیح داد دیگه، فقط حالا میتونم از خودم تبلیغ کنم. یه مقاله بلند والا راجع به رزومه نوشتم، این آزمون خطایی بود که آرش گفت برای خودم انجام دادم، یعنی ذره ذره رفتم جلو، هر جا که رد میشدم میپرسیدم علت رد شدن این رزومه چیه، یه چیزی برای خودم درآوردم که این یه صفحه برگه در واقع کل هویت شماست، بعد یه جوری باشه که جذب بشید در واقع، یعنی چشم اون طرفی که داره تو میگن 3 ثانیه وقت دارید، آره 3 ثانیه وقت دارید که چشم طرفو بگیرید، تمام هنرتون رو باید بذارید روی این رزومه. یه اشتباهی هم که معمولا خودم کردم و دیگران هم دیدم میکنن این که فکر میکنن یه پروسه 1 ساعت است درست کردنش، برای من 1 ماه طول کشید درست کردن رزومه،
پس عجله نکنید براش. کیوان تو هم برای ژاپن هم داستان همینه، یعنی که نه مثلا اونجا مدتش فرق میکنه؟ کم و بیش داستان همینه، خیلی داشتن حالا گیتاب فعال و این موارد کمک میکنه. شاید تنها تفاوتی که باشه اینه که بیشتر از 3 ثانیه بهتون وقت میدن، معمولا رزومه ها رو 10-15 ثانیه میخونن، اینه که یکم وقت بیشتری دارید. بسیار عالی. آقا یکی سوال اینه که تاثیر سن تحول و جنسیت روی گرفتن جاب آفر چیه؟ مثلا خانم بودن واقعا تأثیری داره یا اینکه نه مثلا ممکنه که مثلا یک کشوری به خاطر اینکه مثلا نیرو خانم جذب کنه اونا رو بیشتر بهشون حالا فرصت بهشون بده خانم ها رو بیشتر جذب کنن، یا اینکه نه فرقی نمیکنه؟ سید میخوایی سید توضیح بده که با فرقی من شروع کنم؟ خیلی تاثیر به سزایی نداره. حالا من کامپوزیشن تیم خودمون که خیلی بزرگم هست نگاه کنم، به طرز چشمگیری تعداد خانوم ها کمتر هستش، ولی فکر کنم اون تبعیض جنسیتی هست که حالا در فیلد آیتی هستش. از نظر سن و سال محدودیتی نداره، ما از فارغ التحصیل شده داریم تا کسانی که حالا سن پدر من بلکم بالاتر هم داشته باشن، و از همه رنج سنی، همه جنسیت، همه نشنالیتی و هر چیزی هستش. هیچ دیسکریمینیشن خاصی نیست، تبعیض خاصی نیست. و هم سید جان تو چی؟ منم حس نمی کنم زیاد براشون فرق داشته باشه که خانم باشه یا آقا، هرچند که اینجا خب انجمنهای حمایت از بانوان زیاده و سعی میکنن حالا هم آموزش بدن، همین که بیان با شرکت ها صحبت کنن که نیروی بیشتری مثلا خانم بگیرن، منتها چون نیرو نیاز دارن هر کی که بتونه این نیازهاشون رو برطرف کنه جذبش میکنن. زیاد من نشیدم چیزی که مثلا اولویت بدن. آراش تو اسپاتیفای هم همینطوره؟ آره، الان که گفتید جنسیت یا تعهد، من یه ذره یاد دوران سربازی افتادم که کسی متعهد بود گفتن جای خوب میافته و اینا. خیلی تعهد که اصلا مهم نیست. جنسیت تو سوئد به شکل خاص، حالا توی اسپاتیفای که بخشی از سوئده، میتونه مهم باشه. اینجا خیلی خیلی رو برابری جنسیتی به شکل خیلی چیز تاکید خیلی زیادی هست، به شکل خاص تو سوئد اینجوریه. من مثلا مدیرم خانم بود، مدیر قبلیم مدیر مدیرم خانم بود، مدیر اون هم خانم بود، یعنی 3 تا مدیر بالا سر من خانم بودن. تا دیگه اون کسی بود که داشت مستقیم ریپورت میداد به سی ای او شرکت. خانم خیلی زیاده توی اسپاتیفای، تقریبا میشه گفت نزدیک به 50%، 50-50 و اصلا چیز داریم به اصطلاح اینیشیتیو های داریم که آقا چیز برابری جنسیتی حفظ بشه توی شرکت. اولویت ممکنه توی کاندید برابر اگه یا آقا باشه یا خانم هم باشه و مثلا تعداد آقاها زیادتر شده باشه تو شرکت، اون خانم رو استخدام بکنن حتی اگر عمل کردشون تو مصاحبه یکسان بوده، برای اینکه برابری حفظ بشه. معمولا عکسش اتفاق نمیافته، تقریبا اون چیزی که کیوان هم میگفت آقایون بیشتر حضور دارن تو حوزه کاری ما، به خاطر همین برای اینکه شانس برابر داده بشه ممکنه به خانم ها مثلا امتیاز بدن و دو تا کاندید یکسان خانم رو انتخاب بکنن. تاثیر سن چی آرش؟ سن تاثیر داره اگه بالای 30 باشی یا بالای 30 باشی؟ سوال سختیه برای جواب دادن، هم آره هم نه. خب منم مثل بچه های دیگه همکارهایی دارم که سنشون بالا، یعنی مثلا شاید 20 سال از من بزرگترن، ولی مثلا کسی که مثلا 50 سالشه اینجا داره تو شرکت ما کار میکنه دیگه با تایتل مثلا سافتور انجینیر نیومده تو، حتما سینیور یا استاف انجینیر یا مثلا سینیور استاف با پوزیشن های بالا اومدن تو. اینه که مثلا تو سن فکر میکنم 45 به بالا من دیگه ندیدم کسی فقط سافتور انجینیر باشه، یا مثلا اصلا عوض کرده حوزه کارش شده انجینیرینگ منیجر به این شکل وارد ورود کرده به شرکت. آراش جان یه سوالی هم من یادم تو مسابقات با بهتاد گفته بودی که توی اسپاتیفای سینیور و جینیور و مید لول اینا نداری. حالا یکی بچه سوال پرسیده که افراد سینیور شانس گرفتن جاب آفر بیشتر دارن یا نه برای مید لول هم اوکی همینطوری هستش، یه توی تقریبا توی یه لول هم. من اون تو حرفی که زده بودم به این منظور به این شکل بود که شما توی
مثلا جلسات یا توی محیط کاری به این شکل نیست که بگن آقا ایشون سینیوره هرچی میگه یا ایشون مثلا تجربهش کمتره، شما شانس برابر برای کار داری، تایتل کاری فقط بالا حقوقت رو و مسئولیتات رو میبره بالاتر متناسب با اون. ولی طبیعتا مثل من فکر میکنم همه شرکت ها تا جایی که بتونن آدم سنیورتر میخوان بگیرن، برای اینکه شما تجربه کاری بیارید شرکت برد میکنه اگرش آدمی بگیری که تجربه کاریش بیشتره، شما داری به نسبتا توی یه رنج حقوق میگیری اما آورده ای که برای شرکت داری خیلی بیشتره. آدمی که تجربهش کمتره هیچ چیزی نداره، میاد یاد میگیره راه میفته به سرعت، ولی طبیعتا اگر توی شرایط برابر آدمو بذاری که تجربه کاریش بیشتره با آدم یکیه، خب همه حتی شرکت ایرانی هم اون کار رو میکنن دیگه، آدم با تجربه تر برمی داره. آره مرسی. کیوان تو ژاپن هم اینجوریه، یعنی فرق نداره بین سینیور و مید لول، یعنی که نه سینیور ها شانس بیشتری دارن، بیشتر سعی میکنن افرادی که سینیور ها رو جذب کنن. اینجا خیلی باز برمیگرده به روند شرکت، یه تفاوتی که خیلی محرزه میتونم بگم، اکثر شرکت ها سعی میکنن نیاز خودشون رو بگیرن، یعنی برخلاف شرکت های بزرگتر مثل گوگل یا آمازون خیلی تلاش بر این نیست که یه کسی که خیلی تجربه داره در حالت کلی در نرم افزار رو بگیرن، واسه پروژه خیلی سعی میکنن اون کسی که اون اسکیل ست های خاص رو داره بگیرن. حالا میتونه اون فرد جونیوری باشه که تازه فارغ التحصیل شده ولی در اون زمینه کار کرده، یا یک سنیوری باشه که مدت ها در اون زمینه کار کرده. از این نظر میام اسکیل ست ها فقط مهمه، واقعا مقدار کار، سالهای تجربه اینا خیلی مهم نیستش. خب من یه چیزی اضافه کنم من دارم چتایی که بچه توی یوتیوب میذارن و سوالاتی که دارن و یه چنلی از بالا به اسم ایمه اونجا میذارم، چه دیگه خواستی اونجا نگاه کن، سوالی که جذاب بود از بچه ها بپرس، سوالم دارید همونجا بذارید من دوباره منتقلش میکنم. توی دیسکورد هم اگر هر وقت بکردید احساس میکنید که لازمه کسی از بچه ها سوالشون بپرسیم، بگید که این برم شروع کنیم. و اسد هنوز خرد میکنی، خودکار میدازیم و میزنیم به میکروفون. من میدونم اون صدایی که تو داری اونجا لوکال رکورد میکنی هم همینقدر افتضاحه. ما باش مسئله میکنم دیگه انقدر سرسده نکنم. سید تو اون برای شما همین داستان اونجا هستش، حالا میرسیم سوال هم یکی نگاه میکنیم توی یوتیوب و حالا این چنلی هم که بهتا درست کرده، اول یه سری سوال هستش اینا رو حس میکنم بپرسیم بعد بریم سراغ اونا، اوکی تر باشه اگه زمان برسونیم حتما. برای شما اینجوری سید توی آلمان سینیوری و مید لول؟ حقیقتا من زیاد دقت نکردم که از نظر سنی چقدر میتونه تاثیر بذاره، ولی خود شرکتمون اگه بخوام همینجوری یه مروری کلی کنم، اکثرا کم سن و سالی، حالا کم سن و سال منظورم تا 40 ساله ها، بالاتر از اونو نمیدونم واقعا، این که میتونه تأثیر بذاره یا نمیدونه رو نمیدونم حقیقتا.